بینندگان گرامی سلام و وقتتان بخیر به یک مجموعه مهم و تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. آیت الله علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته است که اگر اسرائیل دست از حمله بر غزه نکشد، بزودی تمامی مسلمانان و مبارزان مسلمان بر این کشور حمله خواهند کرد. این جنایت ادامه پیدا کنه، مسلمان ها بیتاب میشن. نیروهای مقاومت بیتاب میشن کسی جلو اینا رو دیگه نمیتونه بگیره همزمان با این نیروهای حماس و جهاد اسلامی میگویند که حملات راکتی تازه ای را بر علیه اسرائیل در شهرهای قدس و تلاویو انجام دادند امریکا نیز طرحی را روی دست گرفته است که در صورت حمله حزب الله و ایران بر اسرائیل از چندین نقطه بر ایران حمله خواهند کرد همزمان با این اسرائیل هم گفته است که شب گذشته 200 منطقه در غزه را بمباران کرده و تلفات سنگینی را بر حماس و جهاد اسلامی وارد کردن. همچنین ده ها عالم دین در افغانستان سخنان ضد اسرائیلی مطرح کرده و از مسلمانان جهان و حکومت اسلامی خواستند تا جلو کشتار مسلمانان در غزه را بگیرند. در همین حال یک عضو سنای امریکا گفته است طرحی را روی دست گرفته که بر اساس آن کمک های آمریکا به افغانستان متوقف خواهند شد با ما باشید و از جزئیات تازه این اخبار و چندین گزارش تازه در مورد افغانستان و وضعیت هرات و دنبال زلزله های سنگین آگاه شوید اما قبل از آن لطفا ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران هشدار داده و گفته است که اگر جنایت رژیم صهیونیستی ادامه پیدا کند کسی نمیتواند تا جلو مسلمانان و نیروهای مقاومت را بگیرد و یفسود است که اسرائیل این بار شکست غیر قابل تحملی را خورد و هر کاری که انجام بدهد نمیتواند تا آن را جبران کند هر کارم بکنه رژیم صهیونیستی جبران شکست مفتزهانه ای که تو این قضیه خورد رو نخواهد توانست بود. به گفته این رهبر مذهبی ایران امریکا نیز در جنایت های اسرائیل شریک است و سیاست های اسرائیل را آمریکا تعیین می کند. این جنایت جلو چشمه همه مردم و دنیا اینا باید محاکمه بشه. وی این گفته ها را رو روز شنبه 25 میزان در میان جمعی از نخبگان و استعدادهای برتر علمی ایران در حسینیه امام خمینی مطرح کرده است. آقای خامنه ای کشتار غیر نظامیان توسط حماس را نادرست خوانده و افزود است که همه اسرائیلی هایی که در شهرک های اشغالی ساکن هستند مسلحند. این حرف خلاف یعنی اصلا ازن... که تو و اینا هستن مسلح هم. در همین حال نیروهای حماس و قدس گفتند که روز گذشته حملات گسترده ی راکتی را بر شهرهای قدس و تلاویف انجام دادند. منابع خبری از اسرائیل میگویند که بعد دنبال این حملات آژیرهای خطر به صدا در آمده و صدا درآمده و نمایندگان پارلمان و کابینه اسرائیل مجبور شدند تا در پناهگاه ها پناه ببرند. I'm going to همزمان با این جنرال مایکل ایریک کوریلا رئیس ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده امریکا یا سنتکام که فرماندهی نیروهای امریکایی در خاور میانه را بر عهده دارد به اسرائیل سفر کرده است سنتکام هدف از سفر کوریلا را درک روشنی از الزامات دفاعی اسرائیل و تشریح تلاشهای حمایتی ایالات متحده برای جلوگیری از گسترش درگیریها خوانده است این مقام ارشد نظامی امریکا گفته است من اینجا هستم تا اطمینان حاصل کنم که اسرائیل آنچه را که برای دفاع از خود نیاز دارد دارد و با ویژه بر جلوگیری از گسترش درگیری توسط طرفهای دیگر متمرکز شدم همچنین مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با سی گفته است که این کمیته در حال ارائه طرحی است که اقدام نظامی را برای نیروهای آمریکایی جهت حمله به ایران و حزب مجاز کند او ابراز امیدواری کرده است که هیچگاه چنین شرایطی ایجاد نشود اما گفته است که وضعیتی در خاور میانه حاکم است که ممکن است حزب الله وارد شود و ایران هم تهدید کرده است مکال در حالی از طرح مجوز اقدام نظامی خبر می دهد که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا فردا یعنی روز چهارشنبه به اسرائیل سفر می کند و دومین ناو جنگی آمریکا نیز در راه شرق دریای مدیترانه است. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرده که شب گذشته یعنی شب هفته همه، ماه اکتبر سال روان بیش از 200 مورد بالای اهداف حماس و جهاد اسلامی در نوار غزه حمله کرده است. و گفته اسرائیل این اهداف شامل مقرهای این گروه ها و یک بانک بوده است که حماس از آن استفاده می کرده است. بر اساس این گزارش چند عضو حماس هم در این حملات کشته شدند. همچنین ارتش اسرائیل با انتشار ویدیویی اعلان کرده است که چهار عضو هوادار حماس که قصد داشتند تا با عبور از مرز لبنان مواد منفجره خود را در اسرائیل کار بگذارند کشته شده است ارتش اسرائیل میگوید آنها هنگام نزدیک شدن و حصار مرزی شناسایی شدند همچنین CNN به نقل از منابع فلسطینی گزارش داده است که حمله های هوایی اسرائیل در ساعات اولیه صبح امروز در رفح دست کم 28 کشته بر جای گذاشته است اما سخنگوی ارتش اسرائیل حمله به این مناطق را تایید نکرده است در همین حال نیویورک تایمز به نقل از سه مقام مطلع نوشت که اسرائیل از امریکا درخواست ده میلیارد دلار کمک نظامی اضطراری کرده است بر اساس این گزارش این بسته کمکی همکنون به کمک کنگره و در هماهنگی با کاخ سفید طراحی شده است و شامل کمک به اوکراین تایوان و بحران مهاجران در مرز امریکا و مگزیک نیز می شود از سوی هم رانز پاول عضو مجلس سنای آمریکا میگوید که طرحی را برای توقف ارسال کمک های مالی به افغانستان تحت کنترل طالبان ارائه کرده است او روز گذشته 16 اکتبر این سخنان را مطرح کرده و افزود است که این هفته آن را برای تصویب به مجلس سنای آمریکا ارائه خواهد کرد آقای پاول جزئیات بیشتری در این مورد نداده است ولی گفته است که هدفش این است که این کمک ها توقف یابند پیش از این سیگار یا اداره بازرس ویژه آمریکا در امور باسازی افغانستان گفته بود که طالبان در روند کمک های بشر دوستانه مداخله می کنند. همچنین مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا گفته است که ریختن پولهای مالی دهندگان آمریکایی به جیب طالبان نفرت انگیز است همزمان با این جونی آرنس نماینده ایالت آیووا در مجلس سنای آمریکا و عضو ارتش پیشین این کشور میگوید اتفاقی که دو سال پیش در افغانستان رخ داد مایه شرمساری برای سربازان ما و برای میهن دوستانی بود که مانند من در جنگ جهانی علیه تروریسم خدمت کردند همزمان با این دفتر سازمان ملل متحد در امور هماهنگی کمک‌های بشردوستانه و یا اوچا میگوید که برای حمایت از 114 هزار نفر از زلزله زدگان در هرات 93 میلیون دلار ضرورت است طبق گزارش اوچا که روز دوشنبه 24 میزان منتشر شده تا کنون 15 میلیون دلار برای کمک رسانی به آسیب دیدگان زمین لرزه در هرات تأمین شده است در همین حال رسانهای تحت کنترل طالبان گزارش شدند که در پی زمین لرزه های مرگبار در ولایت هرات در غرب کشور قزاقستان 27 واگن کمک بشر دوستانه به افغانستان فرستاده است تلویزیون ملی افغانستان که اکنون تحت کنترل طالبان فعالیت می کند صبح روز سهشنبه 25 میزان گزارش داده است که این کمکها از شهر آلماتی و منطقه قرقندی قزاقستان به افغانستان ارسال شده است بر اساس گزارش این رسانه این کمک شامل برنج آرد چیر کمپل لباس و چپرکت می شود دوستان عزیز به پایان این سرویس خبری رسیدیم تا سرویس خبری دیگر بدرود